حضوركم في هذا المكان. اوه يا علي يا علی، یا الله اکبر. ماما در حالا ببخشید، هیچ قدرتی بالاتر از خدا هست؟ زین تو هستی؟ داره فریبت میده، داره فریبت میده. خلاص یک دفینه سید، تلسم دفینه، تلسم دفنه. یه مردی شبهت به بابا میداد، کنارم وایساده بود، از این شکل دقیقا مثل من و مامانم که نشستیم شونه به شونه هم، بهش که نگاه میکردم سرش دار بود. هیبتش هیبت بابام بود. زعیم، زعفر، حارس، مقلب، مقاطی، مقلب مقاطی دوتا خواهر بکنم بودن که با هم دیگه میامدن زمان بارداری من اینا رو قشنگ میدیدم. حارس نگهبانش بود، یهود بود که به دین اسلام رو آورده بود. شروع کرد نره زدن، نراش به حدی بود که اصلا حرارت دهنش میخورد تو صورت من. آبای دهنش که دیدیم جیغ میزنید میپاشید تو صورتم. چهرش دوتا نیش بلند مثل گراز اینجوری نزدیک به چشاش بود اینجاش. دویدنش انسانی نه، میپارید جوری که میدوید ستاره داوود رو کشید. بعدش تو صورت من نره میزد. نره میزد. سلام خدمت همه عزیزان، خوش اومدین به کانال خودتون. باز امشب تیم وحشت به یکی از خونه های هموطنان خوب کشور اومده. بچه ها امشب به یک خونه اومدیم که متاسفانه این مادر و دختر اتفاقات وحشتناکی رو تجربه کردن. عزیزان حدود چند سال پیش این خانم به همراه مادر خودش با پدر خودشون در یک خونه زندگی میکردن که به خاطر دفینه، خدا لعنت کنه کسانی که دعا نویس هایی که میان تو کار دفینه دخالت میکنن و خانواده هایی رو با دفینه یا طلسم دفینه دخالت میدن. بچه ها این دختر خانم حدود 13 سال پیش وقتی 13 ساله بوده میاد دعا نویس این دختر رو با آینه به دنیایی میبره و با موجودات ارتباط میگیره تا جای دفینه پیدا بشه و متاسفانه اتفاقاتی میفته که این دختر خانوم رو کامل درگیر دفینه میبره و این خانواده به دلیل مشکلاتی از پدرشون جدا میشن. پدری که به خاطر دفینه بچه هاشو و خانمشو میفروشه یه جورایی. و امشب اومدیم به این خونه، مصاحبه این خونه رو بشنوید و وقایه های وحشتناک این خونه که بچه ها الان توی ورودی خونه هستیم، توی پارکینگ خونه هستیم، سنگینی مکان کل بدن ما لرخ کرده و محسن پشت دوربین اصلا اوضاع وخیمه. بچه دستگاه همین اول همینجور یکو دار کار میکنه و اصلا نمیدونم بچه چه خبر. ایشالله که بتونیم مشکل این خانواده رو حل کنیم و اتفاقات خوبی رو ضبط کنیم. بریم وارد خونه بشیم که با هم مصاحبه رو بکنیم. خب بچه ها وارد خونه شدیم و اومدیم پیش خانم بزرگ و دخترشون که ایشالله ببینیم اتفاقاتی که براشون افتاده و مشکلاتی که داشتن و برای مردم توضیح بدن. لطفاً ویدیو رو تا آخر ببینید و ایشالله که بتونیم یک کمک کوچیک هم تونستیم به این خانواده. خب خواهر ایشالله که راضی بود باشید که اومدیم به این خونه، ایشالله که بتونیم یک کمکی بکنیم. مادر قدم تو رو توش ممنونم مادر، ایشالله بهتر باشیم. اتفاقات رو از همون لحظه اول که شروع شده رو از همون اول برای مخاطبات توضیح بود.
اتفاقا از اونجا شروع شد که دیگه ما به خاطر کار بابام از کرمان مجبور شدیم بیایم شهرستان ورسی رو وارد یه خونه باغ شدیم، یعنی اجاره کردیم. خونه باغ هم مال یه آقای سید معروفی بودن تو شهرستان و اینا. بعد این خونه خیلی مردم راجب شایع داشتن که آره این خونه تلسم داره و فلان و اینجور چیزا. خب بابا منم درگیر تلسمایی که مربوط به گنج و خاکی و اینا شده بود. مستجر قبلی هم گویا یه چیزی حالا پیدا کرده بود یا نکرده بود، ولی رسیده بود به گوش ما. بابا من خب درگیر شد چندین بار کندن و چیزی پیدا نکردن. چند نفر حالا اومدم به شکل مولا و حالا به قول خودمون که میگیم مولا دعا نویس دیگه، می اومدن با موکلا معامله کنن جای گنجو بهشون نشون بدن و اینا. من اون موقع سنم حدودا بود 14 سالم بود. بعد اون مولا که اونجا بود به بابام گفت که آره شما دختر کوچیک خانوادتون که من باشم و بیارین ما یه حالا یه سری کارا مرسوم اینا انجام بدیم که خواب کنیم دخترتون رو. تو خواب با موکل من همراه با موکل و گنج صحبت کنم. یه جوری آینه. بله دقیقا. اونا به من میگفتن که من از سوال بپرسم. خب یه چیز داد نخوندم، یه خوردم، یه چیز داد خوندم، یه چیزی خودش خوند تو صورتم و یه دعا هم داد. گفت تو دستت بذار زیر بالشت داری. من تو دستم دیگه یادم رفت بگیرم، گذاشتم زیر بالشم. کوچیک بودم. بعد زمانی که خوابیدم تو عالم خواب، تو همون جایی که خوابیده بودم خواب رفتم بیدار شدم، کسی دورم نبود، فقط صداها بودن، همون حرفی که خودش زد. یه مردی شبهت به بابام میداد، کنارم وایساده بود از این شکل دقیقا مثل من و مامانم که نشستیم شونه به شونه هم. نه خب متوجه شدم کجام، فهمیدم خواب و اینا. سری شونش گرفتم، بهش که نگاه میکردم سرش دار بود، هیبتش هیبت بابام بود، یعنی لباساش هم بابام بود، سقط چهرش دیده نمیشد، متوجه نمیشد. شما صورتشو نمیدیدین ولی حس میکردین بابام. دقیقا حس میکردم بابام. بعد پا شد من همراهش پا شدم و یه حرکت من غیر ارادی بود، اینم بهتون بگم، یعنی خودم حرکت نمی‌کردم، مثل که حالا تیول عرض بود یه چیزی حرکت می‌کردیم. بعد از این اتاق که اومدیم بریم بیرون، یه موجود به همون موکل گنج خیلی سریع با سرعت هی میدوید و هی معرف می‌شد و اینا، که یک جا ثابت جلو من وایساد، شروع کرد نعره زدن. نعره‌اش به حدی بود که اصلا حرارت دهنش میخورد تو صورت من، آبای دهنش که دیدیم جیغ میزنه یکی جلو میپاشید تو صورتم، داد میزد میگفت من نمیذارم، من میکشم تو، من اینجور تو بابات سید سرچاوی ها میکشمش، برو به بابات بگو اینا. موکل دفینه به شما میگفته اگر بابات بیاد سر دفینه من هم بابات رو میکشم هم خودتون، هم خودتون و هم هر کی که اینجا، و نمیذارم به اون چیزی که حالا دنبالش هستین چی کنیم. بعد من صدای میشنیدم هی میگفت متمرکز تر شو فاطمه، نه ترس فاطمه، آروم باش. اون دانویسه با شما یه جوره ارتباط داشت، مثل این که دیده با گوشی که صحبت میکنی تماسی یه چیز داشته باشی. بعد کشیده شد تو اتاق خواب قبلی من که جابجا شده بودم، درست کشیده شد اونجا. بعد اومد بالا، بهش گفتم که بعد راجب چهرش این هم که بگم مشکلی نه بگم همه چی توضیح چهرش تو تو نیش بلند مثل گراز اینجوری نزدیک به چشاش بود، اینجاش دهنش کشیده بود. بعد حالا اینا این وسطی هم مثل دندون انسان بودن، ولی دوتا خیلی بزرگ بودن، موهای فر، پوستش مثل که حالا سوخته بود، حالا من نمیدونم تو فیلم ها نشون میده جسد خاکستری رنگ میسوزه یا همچی حالتی داره، توسی قیب یه من کسیفی چرکی با قول من. بعد اصلا معلوم میشه قطره عرق رو پیشونیش، این موهاش، گوشاش یه حالت خاصی داشتن، حتی پوست تو گردنش اینجوری مثل پیر شده اینجوری هم شده باشه. لباسش هم لباس انسان بود، ولی دو تو دویدنش من حالا درست یادم نیست، دویدنش انسانی نبود، میپرید. بعد تو اتاق من که کشیده شدیم رفتیم اون سم، تو اتاق واسه جلوم گفتم که اسم آقا رو بردم، گفتم که به من گفتن جا رو به من نشون بده. بعد گریه میکردم تو عالم خواب. بعد اینی که همرام بود صدا اونم حالا جالب میشنیدم که کنارم بود، اون موکله، آره موکل خود آقا که شکل بابام، درست نره میزد جیغ میزد تهدید میکرد، فوش زش میداد به شما میچرخید. بعد تو زمانی که تو عالم خواب، حالا من اصلا هیچ تزمینه از ستاردا بود و اینا اصلا هیچی تو ذهنم نبود، بعد این که میدوید خاک بلند میشد زیر پاش، دقیقا مثل جا پاش شده بود شکل ستاره و اینا. یعنی وقتی میدوید داخل اون جایی که نشونتون داد، بعد
جوری که میدوید ستاره داوود رو کشید. کشید. ولی شما نمیدونستی ستاره داووده. من هیچی نمیدونم. من 14 سالم بود، هیچ علمی از دنیا مخبره اینا هیچی نداشتم. حتی اون موقع دسترسی به گوشی هم نداشتیم، یه بچه بودیم. بعد دیگه بعد این قسمت که شما، من نمیدونم چی شد، من دیگه دیدم این داره جیغ میزنه، ریخ همه چی به هم تاریک شد، من یه خواب پریدم. درست. از خواب پریدم که دیگه خانواده‌ام اومدن و اینا، بعد آقا گفت خب آره اوکی بریم تو حیاط، همین جایی که گفتی به من نشون بده. آروم باش، من خیلی اولش ترسیده بودم، حدود یک ساعتی من اصلا فکر کردم همه اینا دور من اصلا موجودات تو اینا. بعد دیگه خب بردم جور بهشون نشون دادم، اینا شروع کردن کندن که چندین بار اون آقا به بابام گفته بود تو چانه، یا بابام سعی کرده بود بره تو چا آسون داش بدارم. درست. فاصله زیادی هم نرفت، ولی یه چیزی خاص بود خفش بود. باباتون نمیخواست گنج رو در بیاره. و یه سوال دیگه دارم، اول اینا، یعنی باباتون خودش یه جورایی به اون دانویس رو اوورد و شما رو بخواب کرد؟ بله بابام یا آقا، یعنی جواز رفت تو به اون دنیای پدر شما داد، درسته؟ بله. یعنی بابام خواستن، اول به مامان گفتن که آره خانم من باید کار انجام بدم، و مامان واقعا مخالف، مامان اصلا با این چیز زیاد چی نبود، ولی دیگه خب به اصرار پدر بود اینا که من برن توی اتاق یک کار انجام بدم. اون آقا رو هم بابام آورده بود به معرفی بابام، اینا دانویس رو در هندوستان نمیدونم از یه جایی رفت. بعد شروع شد و شروع کردم به کندن و اینا، اصلا جو خونه از روشم ریخت به هم. بعد خب منم تو سن کمی بودم، همش کنجکاو بودم، زور که مدرسه می اومدم اینا هم رفته بودن داخل نهار بخورم، من همش میرفتم سر چا نگاه میکردم، همش کف چا که نگاه میکردم مثل اینکه یه مرغ یکی پا گذاشته باشه روش لهش کرده باشه، همش تچا میدیدم. ولی مثلا به اونم میگفتن، اینا میخندن میگفتن بچه داره توهم میزنه، داره مثلا چی میگه ما رو بترسونه. بعد گذشت و اینا، مامانم اصلا یه مشکلات عجیبی با پدرم همیشه بر میخورده، اصلا خیلی ما خانواده خوبی بودیم، خیلی اصلا عشق مامانم بابام زبون زد بود تو طایفه ما. از اون روز همش بابام به مامانم گیر میداد، هی مامانم به بابام گیر میداد. به یه روز اینقدر دعواشون شدید شد، ما مدرسه بودیم، مامانم تو اتاقی که خوابیده بودن از خواب پا میشن که یه موجودی رو که ناخودشون میبینن که حالا الان توضیح میدن خودشون رو، و این موجود مجبورشون میکنه، یه تعداد قرص میذاره جلو مامانم، میگه که اینا رو بخور. بعد مادر الان مثلا دخترتون داره توضیح میده، میگه بعد شما مشکلاتی با شوهرتون پیدا کردین و اتفاقایی که با شوهرتون افتاد و لطفا شهر بودین بدونین چه اتفاقی افتاده. ما خیلی زندگی خوبی داشتیم، خیلی زندگی خوبی داشتیم. از زمان چهار لعنتی با شد کلا زندگی ما زیر رو شد. اقدر شوارم به من عزت، احترام و محبت داشت، کلا تموم شد، کلا اصلا من نمیلی. بعد همش با هم یکی بحث داشتیم، بحث ها علیکی، گیر علیکی، خیلی رو همه چی گیر میداد. بعد یک سالم این بنده ها خدا رو آورده بود تو خونه ما. درست. با وجود دو تا دختر، 10 تا 12 تا آدم تو خونه ما بود. 12 تا مرد کنار شما خانواده، کنار ما خانواده. بعد یه پذیرایی بود، پذیرایی خیلی بزرگی بود، توی پذیرایی یک سال تمام اینا اونجا بود. بعد این دعوامی که سرصدا میداد میگفت باید تو برای اینا رضا درست کنی که اینا میخوام برن سرچا مثلا مشکلی نداشته. خلاص دعوام اینقدر شدید شد دیگه اصلا کلا از زندگی بیزار شده بودم. یه بار خوابیده بودم تو اتاق و خیلی هم ناراحت بودم، خیلی. بعد یه دفعه دیدم یه آدمی بالا سر من، مردیه، نشسته رو دوتا پاش نشسته، تمام بدنش پر از مو، موها کلفت اندازه نوار کاست. درست. ولی اینقدر بلند بودم موهاش، کلن بدنش دیدم نمیشد، چشاش هم خیلی درشت و وحشتناک، سیاه، خیلی بزرگ، هر چشم اندازه بشقا. درست. بعد این نشسته بود و خیلی وحشتناک بود قیافش، خیلی. این نشسته بود بالا سر من، قرصا کنون جلو با میگو بخور. میدونست چه قرصا چی هست؟ قرص خواب بودن. آه یعنی اینا تو خونه بودن؟ تو خونه بودن، بله، اینا تو خونه بودن. بعد دیگه
من یه قرص رو گرفتم کلن خشاب قرص خالی کردم خوردم. یعنی اون موجود وایساد بالا سرت و بهت گفت قرصا رو باید حتما بخوری. باید بخوری. بعد بلند شد وایساد، خیلی لاغر بود، اصلا سرش از سقف زد بیرون. اینقدر قدش بلند بود، سرش از سقف زد بیرون. بعد دیگه من نفهمیدم دیگه، بیمارستان بودم. بله که دیگه خبر آوردم برام، ما تو مدرسه بودیم که بابام زودتر اومد، یه دو ساعتی با آبجیم اومد دنبالمون، اومدیم خونه دیدیم بله ما. بعد مامان خب چیزی یادش نیست، ولی یه یادداشت خودش نوشته بود با بله. چسب بسته بله. بود کف دستش، یادداشتی نوشته بود این طوری که دستت ها با چسب بله. بله. آره من متنشو مادر درست یادتونه یا نه؟ بله که من خسته شدم، دقیقا تو سه تا خط بود، من از زندگی خسته شدم، نمیتونم مامان منو ببخش برای شما نوشته بود. بله. بعد با چسب اینجا دور دستی که ما زمانی رفتیم تو بیمارستان دیگه این باز کرده بودم، مثل پرستار رو دیده بود به من نشون داد. اینا ذره ذره اینقدر فقر زندگی ما رو گرفت که اصلا دیگه موندیم، حتی مثلا برای یه پول نون میموند، حتی برای مهمونایی که تو خونمون بودن برای کندکاری مثلا بابا من بیشتر دعوای سر این موضوع بود، اصرار داشت که تو باید حتما از اینا پذیرایی کنی، ولی از اینا خب برکت از زندگی رفته بود دیگه. خب برکت رفت، نمیشه کلن برکت از زندگی، کلن برکت از زندگی ما رفت. من بابا من حتی برای پول بنز ماشین موند، کلن دیگه یه جوری که پول همین جوری رفت میرفت سه. کلن خونه دیگه خالی شد اینجوری دیگه. آره. خب بعد دیگه چجور شد این گنج در اومد؟ در ادامه بعد خب بعد از اینکه اتفاقا که کندن شروع شد و دیگه برکت داشت از زندگی ما میرفت، بعد یه موقعی آقایون نمیدونم یه همسایه ما داشتیم با بابام اینا همون بنا میشدن در 12 نفری میرفتن تو خونه بنده خدا و خونه خالی میشد و تو ما راحت بودیم، میرفتیم اتاقشون جمع میکردیم و توی میشستیم و اینا. بعد با مامان تو مهمون خونه که اینا بودن داشتن رو تمیز میکردیم، مادر رفت تو آشپزخونه، خواهر بزرگیم تو راه رو داشت کفش رو مرتب میکرد، جارو میکرد. بعد من نگاه افتاد به سمت از سوز پنجره مهمون خونه به سمت همون جایی که داشتن میکندن. دوتا سگ کوچیک داشتیم، این سگا داشتن واق میزدن سمت همون جایی که کنده بودن. بعد خب من خیلی دوست داشتم سگه، همش میگفتم جیمی جیمی. خب نگاه میکردم سمتش، بعد نگاهم که افتاد یه خانومی، یعنی من حس کردم خانم درست. حالا نمیدونم چی بود، لبه چه اینجوری دستاشو گذاشته و هی میکشه خودشو بالا، بعد نه چیزی میدیدم، فقط حالت نشستنش یعنی صورتش و اینا جزئیاتش اصلا نمیدیدم. بعد صدا جیغ میومد که این صدا جیغ و یه شبای مادرم هم حتی میشنید، مادرم هم حتی یه شبای صدای جیغا رو میشنید و اینا. بعد در همین هی بود که اومدم گفتن اصلا مامان بابامم به قول معروف آدم هایی نبودن که با ازدواج بچه دوستن کم موافقت کنن. درست. خیلی یه هایی بابا من تو همین حین مشکلات با مامانم با یه خانم آشنا شد، خانم اصرارش این بود که آره اگه بخوای با من ازدواج کنی باید دوتا دختر تو عروس کنی نباشن، بعد بیای با من ازدواج کنی. یعنی پدرتون میخواست داماد بشه دیگه اینجوری بود؟ بعد ببرون بچه ها رو بعد مادر مثلا اون زمان مثلا شما بدی بهش کرده بودی، چرا این کارو میکرد؟ کلن تو خصلتش خیانت بود، کلن تو وجودش این بود. نه من کار بده اتفاقه ما زندگی خیلی خوبی هم داشتیم، مشکلی نداشتیم، کلن تو وجودش این مسئله بود. دیگه رفت، دیگه ور کرد شما رو، دیگه اون دختری که تو آینه نشون رو دفینه رو نه اصلا همه چی گند یا دفینه یا در کار نبود، هیچ انگیر نیومد. همه هم فکر کردن سر مثلا به دادگاه کشید شد، فکر میکردن مثلا پیدا شد، هیچ هم نبود. یک سال روزگار، یک سال روزگار، 365 روز. اون عزیزی که دنبال گنجی، اون عزیزی که فکر میکنی گنج میاد تو خونت، نمیخوام بگم این خونواده، کلن گنج همینه. خواهشی ازتون دارم، این موجودات شوخی بردار نیستن، هنوز ادامه داره صحبتهای خواهرمون میشنوید، ولی لطفاً زندگی خودتون رو نابود نکنید برای هیچی. یک سال روزگار 20 مرد تو خونه زندگیت باشه، آخرم هیچی.
پاپا ادامه. بعد خب دیگه این داستان ها جمع شد و چیزم به جای نرسید و اینا، و پدر من خیلی اصرار داشت که من و خواهرم ازدواج کنیم. مامان تا ثانیه آخری که همراه من و آبجیم برای مزرعه خونه میمد اشک میریخت، حتی فیلماش هم هستن. راضی نبود. آره هی اسم بابام صدا میزد، تو رو خدا قسم میداد، تو رو به جدت، اینا بچه هم، اینا من بود 15 سالم، آبجیم 2 سال از من بزرگتره. بعد خب اول من عقد بستم با اقوام بودم، بعد 10 روز بعد خواهرم تو 1 ماه عقد بستیم. عقد بستیم خب هنوز تو این دوران عقد بستگی ما یه اثر آثاری از این ملاهایی که میامدن سری چا میرفتن اینا بود. یه بار میامدن تاله باز میکردن، یه بار میامدن میگفتن شما زندگیتون خوب میشه، خلاصه دیدین که مثلا درسته این حرفا اینجور چیزا. بعد گذشت و گذشت، من وارد زندگی خودم. بعد میگی که اون زمان میومدن ملاها پیشتون یا میومدن میگفتن ما زندگیتون رو خوب میکنیم دانویسا و اینا، پول چیزی هم ازتون میخواستن؟ صد درصد، صد درصد. هر کدومشون تا دیگهشون بود خیلی آدم معروفی بود، خیلی آدم معروفی بود. بعد این از همه دستش بالاتر بود، یه جوری بود که اول پول میگرفت، اون دو یه میزی هم گوشت تو اتاق خواهر من، همه رو میبرد تو اتاق، پول رو میگرفت، شروع میکرد توزید. هیچ کارم میکرد؟ نه. قسمت دانه میسر. بعد یه آدمی هم بود با پرستیش کوچلو میومد مینشست، مثلا کیف شنباش بود و خلاصه. بعد من که وارد زندگی خودم شدم، رفته رفته بعد من رو بدنم خالخاله کبودی میشد. حالا خیلی یهویی، خیلی یهویی رو بدنم کبود میشد، رو دستم، رو گردنم. بعد همین شده بود یه مشکل برای زندگی من. خب آدم خب بالاخره میفهم اگه ضربه بخوره اتفاقی بیفته آدم خودش متوجه میشه. این مشکل با شوهرم داشتم، همش میگفت که تو چرا بدنت کبود، و خیلی سری موضوع دعوا میکردیم. درست. تا یه روز که میخواستم با شوهرم برم بیرون، خونمون یه جوری بود در ورودی باید کفشامون میپوشیدیم بریم بیرون، اینجا که میرسیدیم باید وارد آسانسور میشدیم، در آسانسور رو به در خونه باز میشد. شوهر من تو خونه داشت کفشاشو برمیداشت، منم خمشان داشتم کفشامو میپوشیدم، دیگه 16 سالم شده بود. بعد نگام که افتاد تو آسانسور، دیدن آسانسور یه آینه داره اینجا، درسته سه تا داره. بعد نگام افتاد تو آسانسور، هیچ کس داخل آسانسور نبود، اما یکی یه حالت مثل خشم، مثل نمیدونم تعجب بود، نمیدونم چی بود، داشت اینجوری به من نگاه میکرد. بعد خب من قطعا باید نگاه معاینه برمیگردم، اما زل شروع کردم نگاه کردم تو چشماش و اینا، ترسیده بودم از ترس، حتی تکون نمیتونستم بخورم. بعد این اومد دیگه روم نشد بیام به شوهرم بگم، میگه وارد تو بدن داره که بود میشه، میگه به خدا نمیفهم، میخوای به چی دیگه وصلش کنی. آدمی بود که از دین خارج، منحرف، هیچی رو قبول نداشت، اصلا خیلی آدم چی اعتقاد به هیچ چی نداشت. گذشت و گذشت و اینا دیگه. خب من مثلا شدم که باردارم. باردارم. بعد تو همین هی ما یه دوست خانوادگی داشتیم. خب دوست خانوادگی ما با یه آقای آشنا کرد. این آقا از ساکن کرمان هم بودن. این آقا تو کار دعا نوشتن و مدیوم کردن و احضار و این چیزا بود، دعا نمی نوشت، یه سری کارا انجام میداد که مردم تاثیراتشون رو می دیدن. معروف بود؟ خیلی معروف بود، خیلی. حتی مثلا به چهرهش بیشتر می شناختنش، به خاطر حالت صورتش، ریشش، اینا شو باید به یه بازیگر می داد، به چی بود بهش لقب داده بودن. بعد با این آقا ما دوست شدیم. این آقا به خب دوست خانوادگی ما شد، جوری شد بود من بهش وابسته شدم، دو ساعت گریه میکردم، میگفتم آره زود من دو بریم پیشیم و دلم برای خودش و خانمش تنگ شد. یه دخترم باید زندگی میکرد که بعد تو فهمیدیم زنش نیسته، نه دخترم دختر فرقی اینا خونه زندگی میکرد. بعد خب این دوست فامیلی ما شده بود و خیلی مامان بابام هم حتی تا قبل از اینکه کامل از هم جدا بشن میومدن تو خونه این، خاله ها میونن، خانوادگی همه تو خونه رفت آمد داشتیم، برای هر کسی همه کار داشت انجام میدن. یه بار خیلی اتفاقی از من خواستی برم خونش، درست از من خواست که برم خونش و اینا. خب من رفتم سمت خونه این آقا. بعد این آقای حالتی داشت قبل از اینکه کسی بیاد پشت در خونش در بزنه یا چیزی، مثلا متوجه شد سریع قبل از اون صداش میکرد پشت در، بعد میدوید سمت در باز میکرد. همون دانویس معروفه. آره همون آقا. بعد
من که رسیدم صدا زد منو از پشت دیدین حیات داره خب وقتی یکی صدا زد میشنوید صدا زد در واقع کرد من خیلی حیرت‌زده نگاش کردم اسمش رو بردم سلام اینا گفت که بدش به من یعنی میدونست من چی همراه من حتی او دانمیسته حتی میدونست تو چی رو داری میبری چی رو دارم میبرم بردم بهش نشون دادم اینا بعد یه سری صحبت حالا با هم دیگه کردیم حالا اول بود اول اینو پرسید اونو پرسید و اینا بعد رفتم داخل این یه جوری خودش همیشه جلوه میداد یه آدم دلرحمی که مثلا خیلی دلش میسوزه برای حیوانا تو خونش هم همیشه خدا بود تعفن حیوانای زخمی چشاشون پر از کرم خیلی خیلی کثیف بود کف خونش که مینشستن پر از فضیل پنده ها بود کبوترها رو می آورد جلو مردم ول میکرد و ادرار جلو در خونش رو قالیا ادرار میکرد نه به چشم خودم دم. یعنی خودش می اومد دم در خونه ادرار میکرد رو فرشا خونه بله بله بعد میگفت وای من کلا من بچه بودم ضربه خورده تو سرم تو زندون بودم من دیوونه شدم من همین قضیه هم میفهمم بچه هم میگم بچه هاش کی بودن؟ بچه هاش جن بودن درسته؟ بله بعد دیگه رفتیم داخل و اینا بعد برگشت اسمم صدا زد گفت که آره من چند تا خرگوش میخوام بکشم همش هم میگفت ما هیچی نداریم برای خوردن و فلان اینا میخوام خرگوش بکشم بپزم بیا این چاقوه رو بگیر چاقوه هم نبود یه شکل دست بلندی همچین خب این حرومزاده چاقویه یه جوری شیطانی یعنی چاقوی تلس نوشته رو داد به شما دست از بود تالا هیچ وقت ندیدم من دیگه هم دیدم بعد از اونا دقیقا داد دست من هم گفت آبی شینا رو سر ببار من هم خیلی آدمی هم عاشق خون و نمیدونم این دور چیزا یعنی همه حس بد دارم من خیلی حس خوب میگیرم حالا نه چه چیز بدی باشه بعد نشستم دونه دونه شروع کردم سر اینا بریدم پاهم گذاشتم رو پای خرگوش اصلا دوباره خودم ترجمه بود شروع میکردم بریدن و اینا بعد بریدم بریدم دقیقا یادم رسیدم به شیشو می چند تا دونه اضافه هم بود رسیدم به شیشو می گفت بلند شو به شما گفت بله بلند شو و اینا که دیگه پشت سر من حالا خانواده هم اینا آمدن بلند شو می بود دیگه گفت که من رو شروع کردن و اینا پشت سر من خانواده هم آمدن من یادمه سر یه خرگوش رو که بلاتی دیگه کنار شیر حیاتش بودن بعد زمانی که مامان اینا در اومدن تو قشنگ دیدن سر این خرگوش و مادرش و اینا همه دیدن ولی وقتی که دو ثانیه بعد اومدم بیرون نه پلاستیکی بود نه سر خرگوش بود نه کمرده دو سنگا بود بعد اتفاقات افتادن و شما جدا شدین و اینجا دیگه نمیخوام توضیح بدین که دیگه بچه تون هم گرفتن رفتن حالا پنج سال بچه تون هم ندیدن این دیگه اینم چون یه مشکل خانوادگی بچه ها نمیخوایم وارد بشیم چون کار اشتباهیه و ما اومدیم موجودات ولی بچه ها خواهشی ازتون دارم این موجودات رو تو زندگی راه پیدا کنن دیگه تموم بعد دیگه تموم شد و طلاق گرفتین و رفت بعد دانویسه همون دانویسه معروف نمیخوایم اسمشو بیاریم اون هنوز بود نه دیگه اون آقا دیگه بعد از این اتفاقی که ما به جدایی خط شدیم و آقا رفت برای خودش و من رفتم برای خودم این آقا رفت حتی در خونش هم رفتم گفتن جواب جا شده در خونه رو باز نکرد حتی برون من ولی بود تو خونه نمیدونم چون قشنگ حس میکردم بود تو خونه اگه شاید باورتون نشه اسم تک تک بچه هاشو به من گفت از من اجازه خواست گفت که میدونم علاقه داری به دنیای ما اون آقا ما بچگی خب تنها بود و با یه سری از موجودات با موکلینش آشنا شده بود به واسطه حالا آزار اذیت خانوادش حالا نگیم بهتره چون مامانش فوت کردن باباش از سنین خیلی کم تو 5-6 سالگی با اینا بزرگ شده بود یکی اومده بود آشنا شده بود باش با همون اسمی که بهتون گفتم بچه درست. بود آشنا شده بودن با هم و اونا هم بقیه هم اومده بودن و شده بودن 11 تا حالا اگه مشکلی نیست میتونید اسم اون جنه رو بگید تا جایی که یادم اون کوچولویی که همراهش بود آشنا شده بودن زعیم بود یه پسر بود من به چهره دیدم مامانم حتی چهره شدید زعیم بله موهاش مثل کوریا چینده بود چشا باریک سفید خوشگل لبا کوچولو قلوه یه لباس تمیز که اصلا بچه خوبیم از دور بوش حس میکردی خیلی خوب بود خیلی مهربون بود همش رو پاهم هم میدوید یعنی چیزایی که میدیدیم آره از من اجازه خواست گفت علاقه داری اینا رو من بهت معرفی میکنم اول زعیم رو معرفی کرد بعد حارس رو معرفی کرد حارس نگهبانش بود یهود بود که به دین اسلام رو آورده بود مسلمان شده بود یا نه دروغ میگفت اون دوش خب
راستی یا دروغی بشه من هنوز هنوز نفهمیدم. بعد حارس آورد زعفر مقا... اسمش زعیم زعفر حارس مقلب مقاتی مقلب مقاتی دوتا خواهر فکر کنم بودن که با هم دیگه می آمدن زمان بارداری من اینا رو قشنگ می دیدم. درست. من اینا رو قشنگ می دیدم. دوتا خواهر بودن با هم می آمدن که حتی یکیشون به شکل خانومی بود، موهای بلند، مادر تو راه رو دیده بود، راه رو خونمون چند بار. این آقا هم خب دیگه می آمد به واسطه کنجکاوی که من کرده بودم خیلی با ما راحت شد و تو خونه ما می آمد و می رفت. یه شب مامان من خیلی بود. آقا سید یه نماز فزان ندارد، هیچ که نمیتونه یه دار کنه که بگی تا حالا مادر من سلاخ دیده. درست. هیچ کس. بعد مادرم آمد چلاش گفت که اسم پسر آورد، گفت که خب پسرم، آقای فلانی پسرم، هیچ دستی بالاتر دست خدا نیست، تو هیچ کار نمیتونی بکنی، خدا رو بازده کنم، آقا قرآنش هم رو نیست نمازش رو زد رو قرآن، گفت من نماز میکنم، بگو بچه ها دمشب بیام برم چمرده، بجم به مامانم یه حرف زد. درست. این آقا وقتی میخندید، خنده هاش یه خنده های فیک علکی بود، یه خنده های شیطانی بود، شیطانی بود، رنگ چشمش چندی بار مادر، خواهر، پدرم، پسر، خالم همه دیده بودن که رنگ چشمش یا زرد روشن درخشان شد یا بار اصلی میشد که رنگ اصلی چشمش شد. حالا بلش کنم بسید این حرفت میام، مادر تونست کاری کنه؟ اون شب؟ اون شب اتفاقا من تو خونه تنها بودم، بعد گرفتم خوابیدم، قرآن گذاشتم کنار. خب بعد دیدم هی صدا بودو بودو پا اینا رو موکت میام میرم، دست گذاشتم رو قرآن، گفتم شما تا صبح بیاین رو بریم، از خداوند شما دیگه قوی تر نیستین، هیچ کار نمیتونین بکنین. تا وقتی یاد خدا هسته من اصلا نمیترسم از شما و نه اصلا حساب میبرم از تو. درست. هر کار اینا کردن اما نتونستن من بترسونم، بتونم هزیشم بکنم، اصلا بشه فقط صدا پاهاشون میشه. خب مادر حالا ببخشید، هیچ قدرتی بالاتر از خدا هست؟ خیر. ممنونم مادر، همین برای من کافیست. خب خواهر ادامه. و بعد از اون شب که ما همه خواب بودیم، مادر متوجه شده بود، مثل اینکه کاری نتونستن، چون اینا هر وقت کسی با این آقا کل مینداخت و میگفت بهمون نشون بده، این آقا خیلی اذیت میکرد به حدی که حتی خودشو به شکل خودش میشدن تو اتاق باهاشون صحبت میکرد و میترسوندشون. در مثل اینکه 5 دقیقه بیشتر طول نکشیده بود، فقط صدا پای اومده بود و مامانم این حرفو رو زده بود و رفته بودن. دیگه هیچ دیگه هیچی. بعد شروع کردن خواهرمو ترسوندن. من رو تخت خوابیده بودم، خواهرم پرید شروع کرد جیغ زدن، گفت این بچه هی با ناخونش دکون میاد چه جوری همین خواهرم. درست. این بچه اومد لوتری اومد دوی فاطمه رفت زیر پتوف، هی میگفت من این پتوف میتونم مثلا با قول تو خوب چی این همون چی بود؟ زنگ بود. زنگ بود. زنگ شکلش خواهرم اونجا دیده بود، گفت پسر ژاپنی بهش گفت ژاپنی، نه پسر ژاپنی دوی در تو راه رو بوده بوده اینو که من یه لبخند زیزه تو رفت زیر پتو تو بده نیستی تو گرفتیش تو بغلت جمعش کردی هم چی کاری کردی. درست. اینا رو تعریف میکرد. بعد گذار که بشه رو تو خونه گفت که آره سه چیزا تو خونه تو نمیدونم چی هم نمیتونم هم توضیح بدم، من میرم پایین اینا رو قاطر میکنم، شما هر اتفاق افتاد بیرون نه. باز میخوام مادر اگه حرف آخریه، چون اونجای خودی چیه، میخوام برین راحت اونجا بشینید. اگه حرف آخری داری مادر، اتفاقایی برات افتاده تو خواب، آخرین صحبتات رو بکن دیگه، برو راحت باش، ما با دخترت مصاحبه رو ادامه میدیم. نه دیگه من حرف خاصی ندارم، فقط همه توقفشون با خدا باش، تا وقتی که خدا هست دیگه هیچ کار نمیتون بکنه. البته هرچند اونایی که دست و پلید شیطونی دارن ممکنه بتونن زندگی ها رو از هم بپاشونن، ولی آخر نهایت خدا. خدا. بچم تازه خواهر مادر شنیدم که حتی عذاب تم میدن، میان سر صدا میکنن. بله. میان شبات تو خونه از سر صدا میکنن، عذاب میدن. ولی نزدیک شما نمیتونم شن. بله. هیچ وقت من اذیت نمیکنم. فقط یه بار تو خونه تنها بودم، احساس کردم یه بخار داغ تو صورت من، چشم باز کردم دیدم یه موجود تمام محیط و اتاق رو گرفته، خب. مثل همون مکعبی شده بود و داشت تو صورت من نعره میزد. نعره میزد؟ اومده بود نزدیک صورتت نعره میزد؟ نزدیک صورتم نعره میزد. از خواب پریدم شروع کردم آیت کرسی خوندم.
آیا در پرسی رفیقون داد رفت شد رفت بله بس دیگه شما اعتقادتون اینه تازه میدونم مادر سخت‌ترین روزای زندگی تو شاید الان داری تجربه میدونم بابت مریضیت حتی به عنوان مثلا الان دیدی مملکت ما هیچ کس نیست اوضاع مالیش خوب باشه درست مادر همه مثل همین میدونم یه خوره سختگیر هست یه خوره مثلا اتفاقات برات افتاده ولی هیچ وقت شده نمازت قضا بشه نشده میشنیدم و همیشه گفتی خدا بعضی جوونا هستن تا یه اتفاق کوچیک براشون میفته میان فوش به خدا میدن میان میگن خدا اینجور خدا اونجور ما میخواییم قدرت خدا رو اثبات کنیم من خوشحالم که همین امشب بی پرده حرفتو زدی و گفتی که هیچ قدرتی بالاتر از خدا نیست ایشالله مشکلات این خونه هم امشب حل میشن شما دیگه کاری ندارم مادر میخواییم بریم استراحت کنیم بریم که ما دیگه ادامه مختلف خواهی کنم مادر شما بریم شما راحت بشیم بعد همش هم حرفش این بود میگفت که تو سیدی یه نیروی داری که زعیم و سمت خودت جذب کردی حارس شمشیر به اون بزرگی رو میذار رو زمین جلو تو را میره یعنی جنا خودش بله، جلو شما تعظیم میکنه همش این حرفا رو میزد به معنی نمیدونم میخواست منو وارد این کار کنه درست. چون من خیلی خوشم میومد خیلی که تو همین هنگ تمرینای آینه بینی رو به من یاد داد تو آینه یه سری چیزا احضار و اینا رو یاد داد یعنی شما رو من نشون بین آینه ها یه جورای آینه بینی رو داشت آموزش به شما میداد بله خب و من یادم سه بار موفق شدم نه سه بار تونستی این کارو سه بار موفق شدم بعد بار سومش براتون تعریف کنم خب بعضی که حالا موفق به انجام اون کار شدم حالا الان نمیدونم بهش بگم یا نه برگشتم بهش نگاه کردم جای چشاش دو تا حفره شده بود میچرخید مثل منجلابی میکشید داخل حفره گردباد یه همچی حالتی بود جلوتر که رفتیم متوجه شدم این آقا در ازا کارهایی که داره انجام میده یه سری کارا داره واسه موکلینش هم انجام میده من سردر آورده بودم عمم بچه دار نمیشد درست اومد یه شب با عمم صحبت کرد گفت من امشب میخوابم صبح بیدار شدم هر چی که بهت گفتم بنویس رو کاغذ بده به عمت عمت بخوره بچه دار میشم شب خوابید و همیشه هم میگفت که من شب میخوابم پیش شما که نیست من اوبرم میره تو بود تو خونه قدیمی مونم تو بود اونم هر چی بخوام دارم هیچ نیازی نه ماشین زیر پاش خیلی داغم بود درست. میگفتم خب تو پول داری بخر میگفت من نمیخوام هر چی بخوام دارم همیشه میخندید بعد صبح که خواب بیدار شد شروع کرد به من گفتن و من شروع کردم نوشتن اسم یه مارمولکیو گفت که تو اتاریا پیدا میشد من نمیدونستم شما میدونین یا نه زغن غور همچی اسمی داشت اسم این مارمولکیو گفت من رفتم به عمم اینا رو گفتم بعد زمانی که برگشتم روز بعدش قرار بود برم پیش عمم رفته فلانچی خریده رفتم خونه شون مامانش یه مشکل روحی روانی داشت درست. مامانش رو دیوونه کرده بودن اینجوری موجودات. موجودات دیوونه کرده بودن شاید معامله کرده بود مادرش رو داده بود یه کاری براش انجام داد باباش داده بود مرگ باباش بخواد همش هم میگفت من یعنی مرگ بابامو دادم به اون موجودات اون موجودات برای من کار کنه بله میگفت که بابای من پای منو به زنجیر میبسته به درخت و 5 سالگی درست و منم با مامان پیشکش دادمش روح باباشو داده بود بله خب بعد که حتی مادرش هم با برام تعریف میکرد ببخشید تو رابطه‌اش با شوهرش شوهرشو نمیگیره یه مرد دیگه رو میدیده میگفت میترسیدم میگفتم سمت من نه یا ولی خب حالا بالاخره مثلا میدیده اون میدیده بله. ولی همسرش نبوده که هم خود اون بند خدا هم به اسم پدر مادر بوده ولی اون بچه از بود دیگه بوده بله خودش همیشه میگفت میگم یعنی من دو بودم بله همیشه راجع به موضوع میگفت و مامانش هم بیشتر درگیر همین موضوع بود که نمیگفت مثلا بابام جن باباش جن بود بله. مادرش انسان بله میگم من اینو پیشکش کردم پدر من که نبود پیشکش کردم من پدرم یه جا دیگه است پدر من خیلی بزرگه پدر من تاج داره همش این حرفو میزد یعنی میگفت پدرم پادشاه ها همش میگفت تاج داره من معنی کلمه تاج داره هیچ وقت نفهمیدم یعنی پادشاه یه قبیله خب بعد خدا ترس میگفتن بعد آره من افهم که به این بعد که اومدم دیدم خیلی حالش بده همجوری یک سر خب افتاده و فلان و اینا بعد گوشیشو که باز کردم متوجه شدم
یه سری حالا با چند تا خانم رابطه داره، خانم هم همه زن شوهردار بودن، زن شوهردار و چیزای پیامایی که داده بودن اصلا یه کارهایی بودن لحاظ دین اسلام، اصلا یه کارا بی کسی مسلمان باشه کارا رو انجام نمیده، واقعا برای اونم یه سری کارا انجام داده بود، یعنی برای زندگیشون. آره حالا به عنوان تلسمی هر چی دیگه هم نمیدونم، ولی تلسم دست کسی نمیداد، اونم مثل اون آقای بود نمی نوشت تلسم. نه نمی نوشت. بعد گوشیش که خب ما بحثمون شد، گفتم برو کلا از زندگی من بیرون، من هیچ نیازی به تو ندارم، تو یه آدم گناهکاری، من ذاتت برام ثابت شده حمید، من دارم همچی قیافه ازت میبینم، تو کنار من میشینی بوتو من حس میکنم، من دیگه نمیخوام اینای دور من باشن، ترسید پازده بودم واقعا دیگه جلست. ترسیده بودم اون موقع 17 سالم بله 17 سالم بود، داشتم وارد 17 سالگی میشدم، خیلی سن کمه برای قبول اینجور چیزا. بعد زمانی که بهش گفتم اون مرد جلو من انگار مثل زانو زد کم آورد دیگه، نشست شروع کرد گریه کردن، فاطمه من نمیتونم، فاطمه من نمیتونم نبگم، من نمیتونم، من زندگیم اینه، تو اگه بخوای بیای با من باشی من میدونم تو رو میبرن، تو نمیمونی، نمیذارن تو باشی، ولی من خواستم جلو اینا وایستم، اینا دست من اینجوری رو کردن، نه؟ یعنی میگفت دست من نیست که اونا دارن من این کارا رو انجام دادم، یعنی انجام اون دخ... یعنی شما گوشی که برداشتین نگاه کردین اون آقا بهتون گفته این موجودات خواستن شما اینا رو ببینید، درسته؟ خواستن من اینا رو ببینم و بازم اونا خواستن که من این کارا رو بکنم، با یه زن شوهردار وارد رابطه شم، یه سری کارا کنم، استغفر الله، قرآن آتیش زده بود، عکس فرستاده بود، گفته بود یه حرفای آقا سید حسن خیلی یعنی اون دخترا برای این قرآن آتیش می‌زدن ها، توی یکی عکس فرستاده بود یادمه، یه خانومه بود عکس پروفایلش که دیدم چهرهتون حالا قضاوت نمیشه بکنه، قضاوت نباید بکنیم، یه آدم معتاد بود یه حالت همچنان داشت، خب. ازش خواسته بود قربونی بده خونا رو نشون بده توی کاسه عکس برای همه بفرسته، خون چی؟ یه قربونی ازش خواسته بود، فقط من دیدم زیر عکس نشته بود یه خون، همون قربونی که ازم خواستین آقای فلانی بفرمایید، همش تاکید داشت میگفت که ببین اینا با تو تمرین انجام دادی، تو بچه تو معامله کردی که بخوای تو دنیا ما باشی، بچه تو دادی، بچه تو میگفت بله بچه تو دادی، خودت حالیت نشده، من فهمیدم پدرمو دادم ولی تو حالیت نشد، تو زمانی به من گفتی بله بله من میخوام این کار رو انجام بدم، تو معامله کردی، معامله کردی، شما اینجوری بچه تون رو دادین بله، که چه کاری انجام، فکر چی بود خواهر؟ میخواستم مثل اون آقا باشم. الان شدی سمت. الان من میدونم به این نتیجه رسیدی که الان یه جوره حس میکنه هیچ قدرتی بانتر از خدا نیخواهر هست، نه ولی اون زمان اشتباهی کردی و الان داری تاوانشو میدی دقیقا به بدترین شکل دارم تاوانشو بزنی، الان 5 سال دخترتون میدی، این شاید 5 سال از 3 روزش بود، فقط تا 3 روز پیش من بود، بعد از 3 روز رفت، الان 5 سال و چندین ماهه که ندیدمش، حتی نمیدونم چی شکلیه، حتی اون بچه من نمیشناسه اصلا، به خاطر تاوانی بود که به خاطر این کار حالا ورود به این کار بعد میدادم، بعد همش اصرار داشت میگفت که من مادرم پدرمو دادم، مادرم دیوونه شد، برادرم از من زده شد، تو هم بچه تو میدی و در ادامه از خانوادت هم زده میشی، انتخاب کن یا با من باش یا نباش، منم به زودی زود میمیرم، همش هی میگفت من میمیرم، بعد یه بار که من باش لفظی بحثم شد بهش گفتم چی هم میگی میمیرم میمیرم، مرگ دست خدا و اینا، بعد برگش من گفت یادت یه فیلم مهمونی من بهش نشون دادم، خانواده‌ام معرفی کردم، گفت یادت یه فیلم بهم نشون دادی، گفتم آره، گفت مادر بزرگت اولین نفر میمیره، شوهر خالت دومین نفر، و اون اتفاق افتاد، و اون اتفاق افتاد، گفت حالا این اتفاقی که افتاد، من به زنگ زدم باز گفتم مرگ دست خدا و اینا، بعد گفت که خب ببین من که از مرگ شوهر خالت و مادر بزرگت خبر داشتم، از مرگ خودم هم خبر دارم، یک ماه بعد از این داستان که به من گفت من به زودی زود میمیرم، عمر نمیکنم، با من خوب باش، تو جاده 7 باغ کرمون پیداش میکنن، پشت و فرمون ماشین سنگکوب کرده بود و به شکل نشسته، بعد قفسه سینه‌اش از بالای استخونای لگنش تا اینجاش کبود، خونریزی کامل، تصادف کرده بود یا نه همینجوری؟ نه تو ماشین، ماشین تو حرکت سرعتش کم میشه، دوربین اگه گرفته بودن میاد بغل جاده،
و کسی هم دیگه از ماشین پیاده نمیشه. و بعد این قفس سینه کلا سیاه شده. ضربه خورده که تو پزشکخونه هم دلیلش اصلا نه ضربه فهم هیچی نبود. اصلا نه ضربه خورده بود نه نمیدونم دلیلش مشخص نبود که هنوز پرونده‌اش هم بازه. پرونده‌اش بازه و به من یه حرفی زد. گفت که من توی جنگ میمیرم. گفتم جنگ چی؟ گفت من یه گیت دارم باز میکنم. گفتم گیت چیه؟ گفت یه درگاه. همون درگاه. بله. گفت یه درگاهه میتونم از اینجا نیرو بیشتری بیارم. میتونم پدرمو بیارم. میتونم خانوادهمو بیارم. میتونم برم پیششون حتی این حرفا. حالا منحرف شده از طرف اونا نمیدونم. و زمانی که توی این جنگا تو یکی از این جنگا حارس با من میاد و حارس باعث مرگ من میشه. من نمیخوام حارس بمیره. نمیخوام شمشیر حارس زمین بیفته. بعد همشون گفتم بابا تمام شده چی جنگ چی مگه 100 سال پیش و اینا. و بله حمید مرد و زندگی ما الان به جایی رسیده که 8 سال پدرمو ندیدم. از دست دادم برکت از زندگیمون رفته و خودم همچنان هر کس وارد زندگیم به هر شکلی میشه میره و تا امشب. این قضیه این کتاب چیه؟ من کتاب بیارم؟ این کتاب یکی از همون چیزاییه که مربوط به دفینه و زیرخاکی بود که اون موقع همرام هست از اون موقع. این کتاب این همون درسته؟ برای این کتاب خیلی وقته. چندین بار هم آقا سعید مطالعهش کردم. یه سری چیزا هم بود. حالا نمیدونم اشتباه بوده یا درست اما مطالعهش کردم. خب این متاسفانه این کتاب به خاک میشه و به دنیای دیگه میپیونده امشب به بعد. خب عزیزان مصاحبه رو شنیدید. عزیزان بریم آماده بشیم برای جستجو خونه و اسپریت باکس و اتفاقات دیگه. پس بریم ادامه ویدیو.